تا که ببینید شکست این اوتیجیش چیزی که تو این مدل ببینیم که آیا میشه کاریش کرد یا نه. سلام دوباره به شما دوستان عزیز، من سجادم، به کانال خودتون چارسو خوش اومدین. امروز دونه فلش یو اس بی 3 برام اومده که دو حالت هست، هم او تی جی داره هم حالت فلش استاندارد. تا که ببینید شکست این او تی جیش چیزی که تو این مدل خیلی متداوله و خیلی پیش میاد و اکثرا هم این سوکت رو میندازن دور و بیخیال میشن و از همین حالتش استفاده میکنن. حالا اینو ما میبریم زیر لوپ و ببینیم آیا میشه تعمیرش کرد یا نه. پس با من همراه باشین، من کاری که انجام میدم این قسمت رو همینطورین بعضی از پایه‌هاش مشخصه، سه تا از پایه‌هاش هر روی بورد هست، پایه دیتا منفی مثبت و احتمالاً او دی جی، ولی پایه منفی مثبت روی بورد کنده شده و به این پایه چسبیده. من پایه‌ای که روی این پایه سوکت هست رو کلا با لحیم جدا میکنم، این قسمت هم با کاتر و یا سنبات تمیزش میکنم و میریم زیر لوپ ببینیم که آیا میشه کاریش کرد یا نه. خب دوستان، همونطور که داریم میبینید من این قسمت رو با سنباته تمیز کردم. این دوتا که هولدر و نگهدارنده کلن سوکت کنده شده، همونطور که دارین میبینید پایه دیتای منفی، دیتای مثبت و اوتیجی رو میبینید که اینجاست و این پایه منفی ماست چون به این بدنه یک در واقع مشترک همطور که میبینید و این هم مثبت ماست که به اینجا وصل نیست، این هم منفیه، باید این پایه که اینجاست باید مثبت ما باشه. حالا ما این قسمت اگه بتونیم با استفاده از کاتر بتراشیمش که خیلی خوب میشه. خیلی خب، با الکل این قسمت رو تمیز میکنم تا کمی راحتر مشخص بشه. بله دوستان، این قسمت اینی که میبینید اینجاست، این مثبت ماست که باید یه لحیم اینجا بخوره. اجازه بدین کمی زوم کنم اگه بشه که خیلی خوب میشه. که اینجا میبینید این مثبت ماست، حالا با کجا میره رو من نمیدونم، حالا زیاد مهم هم نیست. خب مولتیمتر رو حالت بازر میذاریم، اینجا که به تب منفی ماست، این هم پای منفی بوده، خب مثبتمون اینه اینجاست. ببینیم که با منفی اصلا هیچ ارتباطی نداره. راه تشخیصش، یک راه تشخیص دیگه هم که داره اینه که این پایه توی یو اس بی همیشه مثبته، دیتای منفی، دیتای مثبت، منفی بدنه،
منفی یو اس بی. خب مثبت اینجا میذارم، هم تکمیل اینجا اصلا بوقی نمیزنه چون منفی نیست، مثبته. به اینجا بوق میزن. خب ما اگه سعی کنیم اینجا رو یه دونه سیم لعیم بزنیم و بیاریم اینجا خیلی خوب میشه. این پایه با منفی مشترک بعد. خب خوشبختانه پایه اوتی رو با منفی مشترک گرفتن، کاری نداریم. پایه اصلیمون با همین پایه مثبته، دیتای منفی مثبته. خیلی خب منفی هم که از هر جا بگیریم فرق چندانی نمی کنه. این پایه که اینجاست رو با کاتر کمی می تراشیم، چرا که مخصوصا اینجا رو چون سوکت دوباره بخواهیم محکم کنیم باید به این قسمت لعیم کنید و این رنگی که روی پورت هست مانعش میشه. اینجا هم همینطور. البته این دوتایی که اینجا اونها باید به جای متصل باشن، اتفاقا جای خازنی چیزی بوده کاری نداریم، سعی میکنیم که به اینجا یا مقاومت چیزی بوده اینجا رو ما سعی میکنیم که با هم دیگه لعیم نزنیم و لعیم اینجا نخوره، بیشتر لعیم تو این قسمت بشه و موقعی که بخوایم مثبت ما لعیم بزنیم حواسمون باشه که مثبتمون به بله الان که دارم تمیز میکنم بهتر مشخص میشه مسیرهای این سوکت. بله حواسمون باشه که مثبت به این دو طرف اینجا که منفی ماست برخورد نکنه. خیلی خوب با خمیر فلکسی شفاف یه مقدار اینجا رو میزنم. یه دونه سیم لعیمه قطر کم میارم اینجا رو بتونم لعیم بزنم که خیلی خوب میشه. خیلی خوب پایه مثبت اینجا لعیم زدیم. حالا اینجا هم اینجا لعیم میزنیم که بتونیم سوکت رو محکم کنیم. خب حالا سیم میاریم برای سیم کشی. اگه تو اینجا ویدیو هم خوش اومد ممنون میشم که با لایکتون از من حمایت کنید. اگه سابسکرایب کانالم نداری حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از ویدیوی بعدی من جا نمید. خیلی خب مثبت ما یه لحیم میزنیم در واقع سیم کشی میکنیم.
خب دوستان، همونطور که میبینید من این مثبت و من یه دونه سیم کشیدم. اجازه بدیم ما یه دونه پنبه اینجا رو تمیز کنم شما هم ببینید، چون خمیر فلکسی یه مقدار شفافه و بازتاب نور رو داره. خب تا کنی من سیم اینجا لحیم زدم. خب برای این مطمئن شیم قبلش حتما با استفاده از مولتی‌متر منفی رو اینجا میذاریم و ما اینجا اتصالی خوشبختانه نداریم. حالا سوکت هم من پایه‌های سوکت هم تمیز کردم، جهت درستش رو میاریم این به این قسمت اینجا متصل کن. جاسه بدیم من لوپ های مقدار بکشم بالا. خب دوستان، همونطور که میبینید من کمی وقتگیر بود، برای همین من اول لحیم و در واقع ریبورد لحیم زدم و حالا بهتون نشون میدم. این قسمت همونطور که بهتون گفتم اینجا یه نور سیم کشیدیم و آورده به این پایه زدیم که مثبت ماست. دیتای منفی و مثبت ما هم که اینجاست. بذاریم من زومش کنم. خیلی خوب، این مثبت ما که اینجاست، این قسمت میاد پایه متصل میشه به این پایه. این دوتا نقطه هم که میبینید منفی مثبت دیتاست و این دوتا پایه هم منفی ماست که من همین پایه رو به اینجا لحیم زدم، این پایه رو به اینجا لحیم زدم که سوکت صفر بشه، تیکون نخوره. کمی با الکل اینجا رو شستشو میدم که بهتر بتونید ببینید. بله همینطور که میبینید. خب برای تست آخر ما مطمئن شیم که هیچ مشکلی نداره. اینجا ما منفی رو با سوکت در نظر میگیریم. خب اینا که منفی دوتا مسلمن این دیتای ما هستن، این دوتا خوشبختانه اتصالیشون نمیده و این هم مثبت ماست. خیلی خب، حالا میریم برای تست. خب دوستان، همونطور که دیدین ما اینا یه دونه پایه رو پایه مثبت سیم کشی کردیم، پایه منفی اینا و دیتا رو لحیم زدیم و سوکت هم محکم سر جاشه. حالا میریم تست کنیم با یه دونه سم خالص گلکسی نوت 3. من کلی خاطره با این گوشی دارم. خیلی خب، حالا میریم اینو تست کنیم و بله همونطور که میبینید آواز خالی هم هست. خب بله همونطور که دیدید این فلش تعمیر شد. بعضا میشه تعمیر کرد اگر کمی حوصله داشته باشین و وقت بذارین، به شرط اینکه واقعا این فلش ارزشش رو داشته باشه. مدلای 32 به نظر من نمیصرفه بخواین انقدر وقت بذارین، بازم بستگی به خودتون داره. مثلا اینکه بخواین برای مشتری تعمیر کنین، حالا برای خودتون اگه بخواین تعمیر کنین وقت بذارین بحثش جداست. معمولا فلش بالای 16 64 گیگ به بعد میصرفه. برای چندمین بار این دوربینی هم که اینجا شما دارید میبینید دوربین وبکم لپتاپه که تبدیل به USBش کردم. لینکشو ویدیو دربارش دارم، لینکشو بالا میذارم، میتونید بریم ببینید. در رابطه با هارد و فلش های دیگه هم ویدیو دارم، اگه دوست داشتین میتونید برام ببینید. تا دیداری بعد و تعمیری بعد.
خداحافظ.